اگر که قصد دارید آزمون تافل یا آیلس بدید یا اینکه صرفا میخواید مهارت ریدینگتون رو تقویت کنید که وقتی یک متن مثلا یه مقاله یه کتاب هر نوع متن انگلیسی میخونید بهتر بفهمیدش روونتر بتونید بخونیدش این ویدیو ممکنه بهتون کمک کنه من فوریه امسال یعنی 2020 آزمون تافل دادم و نمرم در کل 107 شد توی بخش ریدینگ نمره سی رو گرفتم یعنی نمره کامل و بدون غلط چند وقت قبلترش هم آزمون ماک آیلس دادم و اونجا هم نمره ریدینگم نمره کامل بود با این حال باید بگم که من معلم زبان نیستم و آموزش زبان یه کار تخصصیه چیزی که من میگم صرفا تجربه شخصی خودمه و ممکنه به درد شما بخوره ممکنه قابل تعمیم نباشه موضوع این شکلی برای من پیش رفت که من کتاب ها، مقالات و محتوایی که دوست داشتم یا نیاز داشتم رو به زبان انگلیسی میخوندم بعد در حالی که اون متنی رو میخوندم که دوست داشتم بخونم یا نیاز داشتم که بخونم کم کم بدون اینکه بفهمم مهارت مطالعه مهارت ریدینگ هم تقویت میشه شد های جدید یاد میگرفتم با ساختارهای جمله در زبان انگلیسی آشنا میشدم و به طور کلی خود روونتر میشدم می شدم همیشه این شکلی نبوده که به صورت اتوماتیک و روی اتوپایلوت قضیب جلو بره و هیچ کاری نکنم و خود به خود کم کم حس کنم که زبانم داره بهتر میشه یه کارایی هم کردم مثلا یه کاری که کردم این بود که یه متنی رو انتخاب میکردم مثلا یه مقاله از توی یه وبسایتی. مثلا یه موضوعی جستجو کرده بودم. یه موضوعی که برام مهم و جالب بود. یعنی من به یه مقاله میرسیدم توی وبسایت اون مقاله رو یه بار میخوندم. یه کلیتی ازش متوجه میشدم ولی کامل کامل نه. سری دوم میامدم اون هایی از اون مقاله رو که نفهمیده بودم هایلایت میکردم و یکی یکی تو دیکشنری چک میکردم. معنیاشو نگاه میکردم سعی میکردم که دیکشنری انگلیسی نگاه کنم ولی وقتی میدیدم که نیم مثلا میرفتم فارسیشم نگاه میکردم اونا رو چک میکردم یه بار دیگه می میخونم یکی دو بار که میخونم خب طبیعتا دیگه آدم خسته میشه ولی متن رو نگه میداشتم دوباره فردا از اول بهش رجوع میکردم این سری بیشتر میفهمیدم مثلا فرض کنید دفعه اول 50 درصدش فهمیدم این سری 60 درصدش رو دوباره اون لغت هایی که نمیدونستم و میرفتم نگاه میکرم. حالا یا میرفتم مثلا دیکشنری باز میکنم نه که دیکشنری کتابی تو گوگل مثلا سرچ میکردم فلان چیز دفنیشن یا فلان چیز مینینگ نگاه میکردم یا اینکه می نوشتم کنارش دیگه اگه پرینتی بود می نوشتم اون زیر این سری مثلا 70 درصدش رو میفهمیدم 5 با بار 6 بار بعضی وقتا یه مصنی بود مثلا خیلی روش قفلی زده بودم مثلا 10 12 بار شاید بیشتر 20 بار نمیدونم خوندمش و دیگه این سری مثلا تا 90 درصد 95 درصد متن رو کامل میفهمیدم با این حال هیچ وقت به این راحتی نمیشه به صد رسید یعنی و انتظارم نداشتم واقعا که به صد بسنم یه سری قسمت ها رو یه سری از لغت ها رو یه سری از جمله ها رو نمیفهمیدم اونا رو دیگه رها میکردم اسم این روشم اصلا گذاشتم همین قفلی زدن یعنی روی یه متن قفلی میزنم انقدر مثلا دوباره میخوندم از اول تکرار میکردم که کامل نزدیک به کامل اون متن رو دیگه مثلا میفهمیدم همین خب باعث میشد که از اون متن مثل مثلا 10 تا 20 تا مثلا لغت جدید یاد بگیرم سراغ متن بعدی که میرفتم دیگه خب اون لغت قبلی ها رو بلد بودم بعضی وقتا هم اون لغت رو آدم میبینه که توی یه زمینه دیگه توی کانتکست دیگه استفاده شده و معنی متفاوتی میده که خود این یه یادگیری تازه داره آدم معنی یه لغت یا توی متن دیده یه معنی میده میاد توی متن دیگه میبینه که معنی دیگه میده اینجا نظرش جلب میشه میره معنی دومش هم یاد میگیره معنی سومش هم یاد میگیره ولی در مجموع اون مطالعه خیلی راحتتر و راحتتر و لذت بخشتر میشه در واقع من اینجوری میتونم تشبیهش کنم مثل شنا کردن توی ده مثلا توی استخره وقتی شنا بلد سی اولش میپره تو چی مثلا آب میره تو حلقه تو اذیت میشی اونقدر لذت نداره یکم بیشتر چالش برانگیزه اون پروسه یاد برای من شکلی بود ولی برای بعضی ممکنه خیلی هم لذت بخش بشه همون لحظه اول یکم چالش داره این که هی دائم بخوای بری دیکشنری رو باز کنی برگردی یکم مثلا اذیت میکرد خسته میشدم یه مثلا یه جایی ولش میکردم ولی هی به مرور این کار ساده تر ساده تر میشه تعداد اون مراجعه ها به دیکشنری کمتر و کمتر میشه یادم زمانی مراجعه میکنه که دیگه مثلا لغت چیز خاصی سر جمع اینها مثلا تقریبا مثلا به جای رسید که دیگه خیلی روون شد و دیگه نیاز نبود هی دائم مراجعه کنم مثلا شاید توی ما در قیاس با تافل بخوام بگم مثلا شاید مثل همون مثل 90 95 درصد لغت ها دیگه آشنا بود شاید مثلا 5 درصد لغت ها بود که تازگی داشت که اونها هم معمولا یا تو خود تافل معنی لغت رو واسه میذاره اگه یه لغت خاص باشه و مخصوص اون متن باشه یا اینکه از زمینه ای متن متوجه میشید که منظور چیه در واقع این روشی که گفتم حالا اصلا اگه بشه بهش گفت روش این مسیری که پیش گرفتم این روی کردی که داشتم به مطالعه متن ها یه جوری مثلا شبیه اون تکنیک جعبه لایتنر منتها با متن اتفاقا از جعبه لایتنر هم یه دوره استفاده میکردم نمیتونم به کسی توصیهش کنم چون نمیدونم واقعا چقدر تاثیر داشته اصلا تاثیر داشت نه یه دوره چند ماهه شاید نزدیک یه سال استفاده میکردم خیلی از همین لغت هایی که تو متن می دیدم مثلا تو جعبه میذاشتم مشکلی که داشت این بود که خیلی من بیرون از زمینه خودش به اصطلاح اوت آدم اونجا میخونه هرچند سعی میکردم که لغت رو مینویسم پشتش به جای معنی لغت مثلا اون جمله ای که لغت توش بوده رو بنویسم که یه یادآوری بشه یا جمله رو بنویسم پشتش مثلا دفینیشن لغت رو بنویسم که یک کم زمینه ایجاد بشه ولی برای من مطالعه دوباره خود اون متن خود اون مثلا صفحه از کتابه بهتر از همه بود دقیقا رو کتابم این کار میکردم بعضی وقتا مثلا یه فصل از کتاب و سه چهار بار یا پنج شیش بار مثلا از اول میخوندم حالا این روی که گفتم میتونه بر اساس علایق و نیازمندی های هر شخص شخصی سازی بشه دیگه برای من مثلا متن و مقاله و کتاب جالب بوده یه نفر مثلا ممکنه براش موسیقی جالب باشه میتونه این قضیه رو روی لیریکس آهنگا پیاده کنه یه نفر ممکنه فیلم براش جالب باشه میتونه روی دیالوگ فیلم ها پیاده کنه اتفاقا من رو دیالوگ فیلم هم سعی کردم این کارو بکنم و فیلمنامه فیلم, نامه فیلم ها رو دانلود میکردم و میخوندم از روشون و مثلا حفظ میشدم حتی چون چند بار میخوندم و هی چکشون میکنم ولی اونقدر مثلا این قضیه برام کشش نداشت یا اونقدر مثلا انگیزه نداشتم که فیلم نامه ها رو بخوام مثلا چند بار بخونم مثل اون که دوست داشتم بدونم که در داره چی دم... نشد ولی برای نفر اگه جذاب تر باشه خب میتونه دنبال کنه با این حال این نکته وجود داره که اگر بخواید مثلا نهایتا آزمونی مثل تافل اکادمیک بدید اونجا متن اکادمیکه و نزدیکتره به همین این مقالات و کتاب های نانفیکشن یعنی اگر شما با کتاب نانفیکشن و مقالات زیاد سرکار داشته باشید خب آزمون براتون خیلی میشه اختار متن رو خیلی بهتر متوجه میشید خیلی براتون آشناه مثلا لیریکس و بقیه چیزا دیالوگ فیلم خب اون کار کرد و ممکنه نداشته باشه و با در نهایت لازم بشه که یه سری چیزهایی از جنس اکادمیک هم تمرین بکنید این نکته وجود داره اما در نهایت این نکته از جنس همون صحبت روانشناس اجتماعی لیراسه که میگفت که برای تقویت یک عمل مطلوب عمل مورد نظر باید موانعی که سر راه اون رفتار قرار داره رو بردارید ترجمهش توی این زمینه میشه اینکه برای خوندن زبان زبان آموزی برای من این شکلی بوده متنی که بی ربط باشه و برام دغدغه دق نباشه که کننده بوده و نمیتونستم ادامه بدم و دنبال کنم اما متنی که جذاب باشه دوست داشته باشم یادش بگیرم کنجکاو باشم در موردش به راحتی میتونستم بارها و بارها بهش مراجعه کنم و به عنوان محصول جانبی بای پروداکت اون قضیه زبانم هم تقویت میشد و دوقت های جدید یاد میگرفتم ساختارهای جمله رو میفهمیدم و در مجموع روون تر می اگر سوالی بود که فکر میکردید من ممکنه بتونم جواب بدم در این زمینه خوشحال میشم که بتونم راهنماییتون کنم این پایین کامنت بذارید و کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی که منتشر میکنم کنم با خبر بشید مرسی از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید